در حالی که در هفته گذشته شاهد همزمانی اعلام برخی تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران از جانب بریتانیا و اتحادیه اروپا و آمریکا بودیم، اما از طرف برخی جریان‌ها و اشخاصی در خارج کشور شاهد تغییر مواضع علیه سپاه و همینطور مطرح کردن این موضوع بودیم که گویا ارگانی که از ابتدای تأسیس نظام ولایت فقیه مأموریتی جز حفظ این حاکمیت دیکتاتوری نداشته رو میشه در انقلاب مردم ایران به آینده اون شریک کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. به شما خوش آمد میگم آقای پرتوی. در هفته گذشته شاهد بودیم که بقایای سلطنت از اروپا درخواست لیست‌گذاری سپاه پاسداران رو مطرح کردند. ارزیابی شما در این باره چیه؟ خدمت شما و بینندگان محترم ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت کانونای شورشی و مخصوصا امروز جمعه است خدمت خلق قهرمان بلوچ که از 8 مهر 1401 بعد از قتل عام مصلای شهر زاهدان همچنان پرخروش و پرجوش جمعه ها می آیند و صدای اعتراض خودشونو به گوش جهانی ها می رسونن. عرض ادب احترام و درودهای فراوان دارم. از کنم حضورتون که این بحث و مسئله سپاه و کشمکشی که در مورد این جریان تروریستی ضد بشری هستش بسیار بسیار بحث عمیقیه واقعا و بسیار بسیار بحث مهمیه. قبل از اینکه به جواب سوال شما به طور مشخص بپردازم، اجازه بدیم من در این مورد با این شروع بکنم که از نظر بنده سپاه پاسداران و نوع نگرش به این جریان مخوف و آدم کش در واقع صف خلق و ضد خلق، صف مدافعین واقعی مردم، صف انقلابیون و صف ضد انقلابیون و ضد نیروهای ضد خلقی رو مشخص میکنه. به نظر من یک معیاریه که میشه واقعا ادعاهایی که هر کسی در مورد سپاه پاسداران میکنه، این ادعاها رو میشه واقعا با این معیار سنجید که آیا در صف مردم و به فکر آینده مردم و به فکر ایرانی آزاد و آباد هستند یا نه، در فکر به هر حال منافع خودشون و یک جریان خمینی ساخته دیگری، منتها اون موقع با ریش و عبا بود، حالا شاید با کت شلوار و کراوات بخوان جا به جاش بکنن. به نظر من در بحثی که در هفته گذشته مخصوصا از طرف بچه شاه مطرح میشه که گویا ایشون هم خواستار لیست گذاری سپاه هستند و خواستار این هستند که سپاه پاسداران در لیست گذاشته بشه، نکته مثبتش رو من از اینجا میبینم که به اینها هم ثابت شد، به کله اینها هم فرو رفت که انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران این بار نمیتونین به سرقت ببرین، نمیتونین اینو به انحراف بکشونین. چرا؟ چون این انقلاب یک رهبری مشخص و معینی داره، با یک سابقه سیاسی، با رهبری صدیق و شریف که 57 سال در کوران مبارزات با دو دیکتاتوری خونین، با دو دیکتاتور در یک مبارزه خونی و با تقدیم کردن 120 هزار شهید از بهترین فرزندان این مملکت صاحب این انقلابه، صاحب این مبارزه است. شعارهای استراتژیکش در کف خیابان‌های ایران در 284 شهر در نزدیک به 8 ماه داره تکرار میشه. بنابراین با نفوذ عمیق توده‌ای که این رهبری مبارزات مردم ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران به طور مشخص و شورای ملی مقاومت ایران داره و با اعتبار بین‌المللی که در بین نخبه‌های سیاسی، در بین مجالس سنا، مجالس نمایندگان، کنگره‌ها و کلاً نمایندگان واقعی مردم تقریبا در سراسر اروپا و آمریکا، با اعتباری که داره، شما دیگه این بار نمیتونین اون کاری رو که پدر و پدر بزرگ توسط استعمار کرد و اون کاری رو که خمینی جلاد کرد دیگه نمیتونین تکرار بکنین. بنابراین اینی که میخوام این نکته مثبت رو عمدن من زیرش خط کشیدم خدمت شما و بینندگان بشنم. که صدای رسای مقاومت ایران حتی بچه شاه و همپالکی هاشو وادار کرد حداقل در حرف هم که شده تن به این قضیه بدن که این نیروی مخوف ضد بشر تروریستی باید در لیست گنجانده بشه.
هرچند از نظر بنده، به نظر من همونطور که سخنگوی مجاهدین به درستی گفتن، اینا در واقع تقسیم کار کردن که از یک سو حفظ ظاهر بکنن. چرا؟ چون اینقدر این نیرو منفوره و اینقدر این مقاومت ایران با انتشار کتاب‌های متعدد، با برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها، نه در ظرف یکی دو سال گذشته بلکه 40 سال این مقاومت روی این قضیه داره کار میکنه، زحمت میکشه و جزو شعارها و کارهای در شعارهای استراتژیک و کار در دستور کارش بوده. میلیونها واحد کار روی این ساعت روی این کار کرده که آقا این نیروی مخوف تروریستی رو باید در لیست تروریستی گذاشته بشه. ببینید چه اونجایی که افشاگری میکنه در مورد نیرو، در مورد مسئله موشک‌های بالستیک، به اونجایی که این مقاومت افشاگری میکنه در مورد نقض شنیع حقوق بشر، کشتن آدم‌ها، نمیدونم سرپرستی شکنجهگاه‌ها، تجاوز به مردم و مواد مخدر، نمیدونم فروختن سلاح به نیروهای نیابتی، تشکیل دادن نیروهای نیابتی در سراسر منطقه، ناامن کردن سراسر منطقه و کشورهای همسایه، و از همه مهمتر خون بیش از 1,000,000 نفر از مردم بیگناه منطقه روی دست این نیروی تروریستی است. بنابراین این صدا اینقدر رسا بوده که بچه شاه و عوامل دیگری که در واقع پایه‌های نگهدارنده حکومت ضد بشری آخوندی هستند، مجبور شدن در واقع با یک شیوه بوغلمون صفتی بیان بگن لیست سپاه رو در لیست بگذارید، منتها ما سپاه رو بعداً در ارتش ادغام میکنیم برای حفظ امنیت و برای حفظ کشور، به این نیروها احتیاج داریم. یعنی چی؟ یعنی داره از روی دست خمینی مینویسه. چرا؟ خمینی هم همین کار رو کرد. خمینی هم ساواک پدرش و نیروهای ضد خلقی و ضد مردمی پدرش و چه ژاندارمری، چه ارتش، چه شهربانی و مخصوصا نیروی مخوف ساواک رو حفظ کرد و 44 ساله داره مردم ایران رو سرکوب میکنه و میبینیم که یک حکومت ضد بشری رو ما 44 سال مردم ستم دیده ما در واقع تحمل کردن. بنابراین موقعی که اینا بحثشون فروپاشیه، وقتی بحث فروپاشیه، بله باید ارکانهای این حکومتی رو که اینا معتقد به فروپاشیش هستن حفظ بکنن، همانطور که حکومت پدرش هم همینطوری بود. نیروهای ساواک و ارتش موندن و خمینی با اون تا سپاه پاسداران و تا وزارت بدنام اطلاعاتش رو تشکیل داد، با نیروهای پدر ایشون مردم رو سرکوب میکرد. بله. خب در همین رابطه نکاتی که شما گفتین و بسیار روشنگر بود، خواستم لحظاتی صحبتی که همین افراد و جریانات حول سپاه اخیرا مطرح کردن رو با هم بشنویم و بعد من سوال بعدیم رو از شما بپرسم. نقیده من تضعیف سپاه و تقسیم سپاه هموار میشه. شما نزدیکتر به سپاه وقت که بشین میبینین خب این سپاه خیلی چیزهای مختلف هست، اما بخشی هم از سپاه هست نیروهای دفاع از این مرز و بوم، مثل نیروهای موشکیش فردا بهش احتیاج داره. بخشی از این سپاه هست که دستگاه اطلاعات و عملیات نیروهای انتظامی توشه که فردا بعد از موفقیت، بعد از عوض کردن جمهوری اسلامی، برای حفظ امنیت مردم بهش احتیاج داره. از بین بردن این یا اونطوری که مثلا توی منشوری آمده بود منحل کردنش، چیزی باقی نمیذاره. خب شنیدیم این موضع‌گیری فوق متناقض با موضع‌گیری اخیرشونو، چون این جریان از یک طرف میگه سپاه رو بعد لیست گذاری کرد، از طرف دیگه صحبت از نقش سپاه در نیروی دولتی، نیروی امنیتی و نیروهای دولت آینده میکنن حالا اگه به قدرت برسن. شما این تناقض رو چطور میبینید؟ از کنم حضورتون که تاریخ معاصر کشور ما به خوبی نشون داده. ببینید یک دقیقه متصور بشید که اگر خمینی دجال انقلاب 57 رو به سرقت نمی برد و تمامی دستگاه حکومت ستمشاهی در هم کوبیده می شد، آیا آزادی خواهان رو در ترکمن صحرا و در کردستان می تونستن، حکومت نوپای خمینی می تونست به خاک و خون بکشه؟ جواب منفیه. آیا تا مقطع خرداد 1360 دوران مبارزات سیاسی
نیروی عظیمی مثل سازمان مجاهدین رو میتونست با قمع و چاقو و اسلحه و کور کردن و دستگیر کردن و بیش از 50 شهید، بیش از 300 زخمی و بیش از چندین هزار نفر میتونست در سیاهچال‌ها نگه داره تا سردم خرداد 60. آیا خرداد 60 رو واقعا حکومتی که بقایای نیروهای سرکوبگر رژیم ستمشاهی رو اگه در اختیار نداشت میتونست در مقابل تظاهرات نیم میلیون نفری به فراخوان سازمان مجاهدین در 30 خرداد 1360 میتونست اینو سرکوب بکنه؟ قطعا جوابش نه. اینها نیروهای ضد خلقی هستند، اینها نیروهای ضد مردمی هستند، این نیروها نیروهای ضد انقلابی هستند. اینها میدونن وعده هایی که امروز میدهند هم مثل همون وعده هایی که زیر درخت سیب اون دجال گور به گور میداد، فردای روز این وعده ها رو اجرا نخواهند کرد، چون نه تواناییشو دارن نه خواستشو دارن. بنابراین مردم رو در مقابل خودشون خواهند داشت، با کمال پررویی، در کمال بی‌حیایی میاد در مقابل دوربین ها میگه حفظ امنیت کشور. کشوری که یک حکومت مردمی و دموکراتیک داشته باشه، کشوری که حکومتش از داخل نوع حکومتش و قانون اساسیش از صندوق‌های رأی بیرون اومده باشه، نیروی مخوف امنیتی با 44 سال، البته تا کنون 44 سال، با 44 سال سابقه شنیع‌ترین جنایات در تاریخ معاصر میخواد چه کار؟ اینو واقعا برای چی میخواد؟ این عنصر اطلاعاتی، این آقای الهی که میاد این لاتائلات رو میگه، در واقع باید جواب این سوالو بده. حکومتی مردمی ایرانی دموکراتیک آزاد و آباد چرا به یک نیروی اهریمنی که واقعا به معنی واقعی کلمه در این 44 سال خون بیش از 1 میلیون نفر رو روی دستای خودش داره، چه احتیاجی به این نیرو داره؟ بنابراین همونطور که در اول صحبت ها خدمتتون عرض کردم، به نظر من یک معیار سنجش بسیار بسیار مهمیه که نیروهای خلق و ضد خلق رو، نیروهای انقلابی و ضد انقلابی، نیروهای مردمی و ضد مردمی رو از همدیگه بتونیم تمیز بدیم، سره رو از ناسره بتونیم تشخیص بدیم، نوع نگرش و نوع برخورد به سپاه تروریستی پاسدارانه. چرا شورای ملی مقاومت الان در تمام برنامه‌هاش می‌بینیم ما از بد به پیدایشش در از سال 60 تا کنون میگه یکی از شروط ما نابودی کامل و تام و تمام حکومت آخوندی با تمام اعوان و انصارشه؟ واقعا سپاه پاسداران محصول 44 سال جنایت، غارت، آدمکشی، شکنجه، اعدام، تجاوز و تمام قد حکومت ضد بشری آخوندیه. بنابراین این دستگاه مخوف واقعا باید به طور کامل از بین بره، نیست و نابود بشه و از تاریخ کشور عزیز ما باید محو بشه به طور واقعی. بله، خب به من آخرین سال، شما الان اشاره کردیم به نابودی و انحلال سپاه و لیست گذاریش، این مسئله چه ضرورتی داره؟ چه مسئله‌ای حل میکنه؟ ببینید، بزرگترین مسئله رو که حل میکنه این در واقع حاصل حکومت آخوندیه. حکومت آخوندی چون این انقلاب سال 57 مردم ایران رو به سرقت برد، میدونست که به یک نیروی احتیاج داره که بتونه نیروهای آزادی خواه، صاحبان واقعی مبارزات سال 57، سال 56 و 57 رو سرکوب بکنه. در نتیجه این نیروی ضد بشری و این نیروی مخوف ضد خلقی رو اختر آورد، بنا گذاشت. اتفاقا جالب داخل پرانتز بگم که از بنیانگذاران همین نیروی تروریستی الان کسانی هستن که در تلویزیون های معلوم الحال ظاهر میشن و همین تئوری هایی رو میدن که در جواب سوال اول و دوم شما من خدمت شما و بینندگان عرض کردم. بنابراین مسئله اینه، به طور مشخص نابودی سپاه پاسداران به عنوان خیمه، به عنوان عمود خیمه نظام منحوس آخوندی، یک خواست عمومی و خواست تمامی مردم ایران، تمامی جوانان کف خیابان ها هستش و اساساً بدون نابودی کامل سپاه پاسداران نمیشه از سرنگونی تام و تمام حکومت آخوندی ادعایی کرد و اسمی برد. برای همین این
صاحبان این نظریه ضد مردمی صحبت از سرنگونی نمی کنن، صحبت از فروپاشی می کنن. بنابراین چون بحث فروپاشیه، بنابراین این بخش رو میخوان نگه داره که به همین شیوهی که تا الان مردم رو کشته و آزادی ها رو تمام مملکت رو در بند کشیده، همینو ادامه بده. در آخر به جواب سوال شما اجازه بدی من یک نمونه تاریخی بیارم. مگه حکومت خمینی و حکومت آخوندها بعد از اینکه سال 57 به مردم گفتن برین خانه هایتان، همونطور که بچه شاه الان داره به مردم ایران میگه به خانه هایتان برین، بعدش به چه وسیله ای چیکار کرد؟ اومد به ارتشی ها گفت آقا تا دیروز ستیغه ریش میزدین و کراوات میزدین، از فردا یقه آخوندی و ریشاتونو بذارین. ولی همون کاری رو میکردن که در رژیم پهلوی میکردن، مردم رو بکش، سنندج رو، نوروز خونین سنندج رو به توپ و خمپاره ببند، نمیدونم مردم ترکمن صحرا رو به توپ و خمپاره ببند، و تظاهرات مسالمت آمیز 30 خرداد نقطه عطفش بود. حالا دقیقا جهت عکس قضیه لابد فردای روز برای آقایون این میشه که آقا حالا دیگه تحریشا رو بزنی، یقه آخوندی رو برداری، کراوات بزنی، ستیغم بکنید، ولی همون کاری رو بکنید که تو این 44 سال برای حکومت منحوس ضد بشری آخوندی کردید. به نظر من غیر از این واقعا هیچ مفهوم دیگه ای نداره. بله، خیلی ممنونم از شما بابت توضیحات مبسوطتون آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، و ممنونم که در این گفتگو همراه ما بودین. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار.